درود بر شما. 11 شهریور ماه 1401 خورشیدی و 2 سپتامبر 2022 میلادی. امشب در صفحه آخر به یکی دو نکته مهم مربوط به تحقیق و تفحص از فولاد میپردازم که هفته پیش فرصت نشد، ولی اونقدر اهمیت داره که باید حتما بهش پرداخت، و بعد میپردازیم به موضوع اصلی امشب، رابطه مقتدا صدر، رهبر جریان قدرتمند صدر، رهبر جریان قدرتمند شیعه صدر در عراق با جمهوری اسلامی ایران. پرده آخرم آخر برنامه. هفته پیش با پخش سخنرانی یکی از نمایندگان مجلس درباره فولاد مبارکه در سال 91، یعنی 10 سال پیش، گفتم که دست کم از سال 91 جیغ بعضی ها در رسانه ها و حتی مجلس در آمده بود که دزدی در فولاد مبارکه رو جلوش بگیرید. رسانه ها که تکلیفشون روشنه، خبرنگار، روزنامه نگار اینا، مجلسی هم خب اونایی که به هر حال در این دزدی دستی نداشتن دادشون بلند شده بود دیگه. حالا من هم جای دیگه دست داشتن، به هر حال جلوشی که نگرفتن هیچ کمکم کردن به این ضرر هنگفتی که سهامداران بدبخت عدالت از این غارت بالایی ها نصیبشون شد. بذارین از خود گزارش تحقیق و تفحص مجلس بخونم. شرکت فولاد مبارکه در حالی که قابلیت سالانه بیش از 3 میلیون تن صادرات را داشته، اما به دلیل ناتوانی در تعامل مؤثر با ارکان حاکمیت جهت مجاب نمودن آنها به ضرورت صادرات، همچنین از دست رفتن بخشی از تولید بالقوه در طی دوره ذکر شده، حداقل 4 میلیون تن صادرات را از دست داده است. ارزش این حجم صادرات به قیمت امروز به بیش از 2 میلیارد دلار بالغ می شود. این شاید مهمترین نکته باشد در باز کردن گره نه فقط این دزدی باور نکردنی، بانبازی، پارتی بازی، راندخاری، هر چی میخواین اسمش بذارین، فساد ساختاری، هر چی. این نکته در گزارش 297 صفحه‌ای تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه یه نکته کلیدی است. میگه به دلیل ناتوانی در تعامل مؤثر با ارکان حاکمیت جهت مجاب نمودن آنها به ضرورت صادرات، باعث شده که بیش از 2 میلیارد دلار ضرر بخوره. این ناتوانی در تعامل مؤثر با ارکان حاکمیت، یعنی ناتوانی در تعامل مؤثر با نهادهای زیر نظر مستقیم رهبر، نهادهای حاکمیتی، ارکان حاکمیتی، اینا اسم رمز شرکتها و نهادهای زیر نظر مستقیم پیشواست، بنیادها، آستان قدس و معصومه و بقیه امام ها و امامزاده ها و ستاد اجرایی فرمان امام، اینا همه نهادها و ارکان حاکمیتی هست. زیر نظر خمینی. اینا نذاشتن فولاد مبارکه که 1/3 سهامدارش مردم بدبخت سهام عدالتن، از فرصت 2 میلیارد دلار صادرات استفاده کنن، چون خود این نهادهای حاکمیتی صادرات فولاد دارن. مجتمع عظیم فولاد جهان آرای خرمشهر تازه ترین مجتمع تولید فولاده که ستاد اجرایی فرمان امام خامنه ای را انداخته. سید مصطفی هاشمی، این سادات دو طرفه، اسمش سادات هستن، اسم و فامیلش از هر دو طرف، سید مصطفی سید هاشمی معاون ستاد اجرایی فرمان امام گفت امسال با آغاز صادرات محصولات مجتمع اعتان پارسیان سپر احتمالاً فولاد خرمشهر و پالایشگاه جاسک، میزان صادرات ما به 1 میلیارد و 200 میلیون دلار خواهد رسید
و وارد باشگاه یک میلیاردی ها خواهیم شد. این صحبت ایشون سال اول سال 1400 فرمودن. از یه طرف دزدی و اختلاس 3-4 میلیارد دلاری از سهامداران عدالت که عرض کردم مردم بدبختن در مجتمع فولاد مبارکه، از طرف دیگه جلوگیری از صادرات فولاد مبارکه که با حساب همه دزدیای انجام گرفته به هر حال بخشیش به سهامداران میرسه، به جاش صادرات امامانه از ستاد اجرایی تا ستاد اجرایی آقا بره تو باشگاه میلیارد دلاری ها. مردم چه کارن؟ یادتون میاد دیگه مصباح یزدی رو، استاد خامنه ای. یا فولاد کاوه جنوب کیش که مال بنیاد مستضعفان، یکی دیگه از این نهادهای زیر نظر رهبر، با 230 میلیون یوروی کمک بانک صادرات در سال 99 این فولاد کاوه جنوب کیش سر پا شد. سال 86 ساخته شده بود، داشت برچیده میشد. سال 99 230 میلیون یورو بانک صادرات بهش کمک کرد، سر پا شد. در آذر 1400 دولت محرومان میاد بهش، همین دولت سید محرومان اومد بهش جایزه صادر کننده نمونه فولاد رو داد، مال بنیاد مستضعفان. ببینین این جنگ قدرت اقتصادی در واقع در همه ارکان حکومت جاری است، چون همه سهمشون رو میخوان از این سفره بگیرن. جنگ قدرت سیاسی چندان دیده نمیشه در جمهوری اسلامی و اصلا عملی نیست در ایران امروز. در هیچ حکومت فاشیستی جنگ قدرت سیاسی نمیتونه عملی باشه. یک پیشواست و همه گوش به فرمان او و معیار موفقیت در همین جنگ اقتصادی و رقابت‌های اقتصادی و دزدی‌ها و فسادها هم نزدیکی به همون پیشواست. این معیار، همین عظیم‌زاده بود که هفته پیش که ویدیوش پخش کردم، مدیر عامل میگم عظیم‌زاده ببخشید عظیمیان، همین رضا عظیمیان مدیر عامل فولاد تا همین آذر 1400 پخش کردم، من سرباز ولایتم فلانم، آقا خامنه ای نمیدونم فلان، بهمان قاسم سلیمانی فلان، بعد بهشتی فلان است. معیار آقاست، بعدم این گند و بلا آورده که الان خود حکومت توش مونده که اصلا چرا ما منتشر کردیم این. تحقیق و تفحص و گزارششو از بنیاد مستضعفان و بنیادهای به اصطلاح حاکمیتی چه حسابرسی هست از کارکرد مجتمع‌های عظیم فولاد وابسته به ستاد اجرایی و بنیادهای زیر نظر پیشوا، مثلا بنیاد مستضعفان، چه حسابرسی هست؟ حالا از فولاد یه بار رفتین تحقیق و تفحص کرد، از این بقیه چه حسابرسی؟ هیچ، هیچ. اگر در سراسر گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه یک قرارداد داخلی یا خارجی پیدا نمی شود که با رعایت تشریفات قانونی انجام شده باشه، مناقص مزایده واقعی گذاشته باشند، مگر در قراردادهای بنیادها با پیمانکارا که عمدتا سپاهی هم هستن، یا مثلا در قراردادهای شهرداری با قرارگاه خاتم سپاه پیدا میکنین که رعایت تشریفات قانونی واقعا شده باشه؟ اونام پیدا نمیکن. شفاف اصلا نیست. تو بیا رفیقم فلانم فامیلم باندم سهم آقارم که میدیم ستاد اجرایی رو، میگم الان اینا رو بذارین یکی دو تا دیگه از کلونخورای فولاد مبارکه رو که هفته پیش میگم نرسیدیم بگم، این پرونده رو فعلا اینجا ببندیم. محسن رضیعی، رضیلی نه رضیعی،
محسن رضیعی معاون اقتصادی و مالی فولاد مبارکه. عظیمیان مدیر عامل و رضیعی معاون مالیش فقط از یک قلم کارمزد، یعنی مثلا پورسانت دلالی، حدود 5 میلیون دلار خوردن. تو گزارش اومده در صفحات 59 60 و 61 گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارک. €900,000 و 13 میلیون درهم این آقایون به عنوان کارمزد معاملات خارجی دستشونه و درست مثل ماجرای بابک زنجانی میگن تحریم نمیذاره ما این پولا رو وارد ایران بکنیم. تحریم برداشته بشه اینا چی دارن بگن؟ این چی جوری؟ یه چیزی که میگن دیگه، این که آخوند که مثل گربه مرتضی علی و دوروبری هاشون هر جوری بندازیش بالا میگن چهار دست و پا میشینه زمین. یکی دیگه هم غلامرضا طاهری معاون سرمایه گذاری فولاد مبارکه است که توجه بفرمایید، ایشون تشریف میارن با پول فولاد مبارکه شرکت خصوصی هواپیمایی تأسیس میکنن. باور کنید صفحه 65 گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارک. در مرجع ثبت شرکت ها کل سهام هواپیمایی فراز جی به عنوان شرکتی خصوصی و به نام آقای غلامرضا طاهری معاون سرمایه گذاری و امور شرکت های فولاد مبارک ثبت شده است. این در حالی است که مبلغ 1470 میلیارد ریال مربوط به 35% نقدی از 4200 میلیارد ریال سرمایه اولیه به وسیله فولاد مبارکه تأمین شده است. لذا این امر به منزله تصاحب و برداشت غیر مجاز آقای غلامرضا طاهری به میزان 1470 میلیارد ریال از منابع این شرکت است. این بذاریم من اول بگم کیا هستن دیگه تو این شرکت، بعد بگم این شخص کجاست هستن و چرا من برای نمونه به این موقعیت های راحت دزدی میرسن. داوود کشاورزیان، محمود مهرانپور، دو تا از مشاورای عظیمیان مدیر عامل اخیر سابق فولاد مبارکه و بانو مژگان نامداری، دوست نزدیک عظیمیان، اینام از مدیران فولاد مبارکه و هم دبیر هیئت مدیره هواپیمایی فراز جی، همون شرکت خصوصی هواپیمایی. ببینید غلامرضا طاهری برای نمونه میخوام، چون بقیه رو هفته پیش گفتم دیگه، غلامرضا طاهری الان داره یعنی اصلا چیکار میکنه؟ از سال 95 ایشون، حالا ما گذشتش رو اصلا نمیریم، همین سال 95 که دارین میبینین این تغییرات در آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت گلدشت افشور است، شرکت سهامی خاص هم هستون، اصلا خودشون تصمیم میگیرن میخورن میبرن فلان، هیچ کاری هم ندارن و سهام عام و اینا هم اصلا ندارن. شرکت کشت و صنعت گلدشت افشوره، شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 122 و شناسه ملی، به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ 28/5/99 تصمیمات ذیل اتخاذ شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال تا تاریخ 5/5/401 به شرح ذیل انتخاب گردیدند. کیان اینا؟ مؤسسه بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام، فرمان حضرت امام ره، به شناسه ملی وارد شوید و آقای غلامرضا طاهری و خانم اعظم صدقی تعیین گردیدن. چی شد؟ 3 نفر اعضای هیئت مدیره در شرکت کشت و صنعت گلدشت افشوره، شرکت سهام خاص. 3 نفر کیان؟ یکیشون حقوقیه، یعنی یه نماینده هست ازش که حالا هر کی رو ستاد اجرایی بنیاد برکت ببیشه حتما پسر مخبر مثلا، من نمیدونم اون اومده مثلا، مؤسسه بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام
آقای غلامرضا طاهری، خانم اعظم صدقی. خب اون یکیشون که سرباز خالص و مخلص امام خامنه خودشو اعلام کرده بود از ایمیان هست، این یکی هم که شریک بنیاد برکت، یعنی فاسدترین، شاید تا اونجایی که اعلام شده نمیگن که، فاسدترین بخش ستاد اجرای فرمان امام که به مسائل بهداشت، بیماری و میدونید دیگه ماجرای 1 میلیارد دلاری که به بنیاد برکت ستاد اجرای فرمان امام دادند که اختصاص بدهد به تولید واکسن و بعدم سرنوشت تولید واکسن برکت رو دیگه بارها گفتیم و میدانید دیگه، 1 میلیارد دلار. اینم که این وسط بعد وارد کردن واکسن های فایزر و غیره، بعد از اینکه کلی مردند و با دستور آدم وارد کردن واکسن های خارجی توسط خامنه ای، این باز وارد کردن این افتاد دست بنیاد برکت اساسا و توزیع اینا در دست پسر مخبر چه رانتی بود و چقدر خوردن، اینا همه مربوط به بنیاد برکت. بعد میرین خب معلومه که ناراحت میشین که چرا گزارش ستاد اجرای فرمان، گزارش ببخشید تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه پخش بیرونی شده، انتشار بیرونی پیدا کرده و رسانه ها دارن بهش میپردازن، چون روشن میشه اینجوری، چون یه آدمایی مثل من هستن میان میگن آقای خامنه اینا دست تو دست ایناست که این دوزیا داره میشه و این مردم هر روز بدبختر میشن. ای میان از عدالت فلان و بهمان. جمع‌بندی تخلفات ضررهای مالی که در 2 سال و نیم 97 تا 1400 به سهامدارای فولاد مبارکه و به صنعت کشور زده شده، میبینید دیگه این دیگه در پایان گزارش از حدود 92 هزار میلیارد تومان تومان 918 هزار میلیارد ریال. هیئت تحقیق و تفحص مجلس میگوید ما گزارشمون فرستادیم به قوه قضاییه. قوه قضاییه هم مثلا حالا اومده چه میدونم میگه که ما یک دادگاه ویژه تشکیل میدیم برای رسیده به این. یادتونه موقعی که حکم مجازات سعید طوسی رو با 1000 تخفیف پیشوایانه بالاخره صادر کردند، یکی دو تا قاضی شریف صادر کردند، پرونده 2 سال تو کشوی اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران بایگانی شد. همین اسماعیلی که رئیس دفتر سید محرومان الان که رئیس جمهورا، رئیس دفتر رئیسی، 2 سال بایگانی شد، هیچکی نمیتونست بهش دست بزنه تا بالاخره مقدمات تبرئه کامل استاد صوت و لحن مجتبی خامنه ای و بقیه بچه ها رو صادر کرد. یادتونه؟ حالا زمینه چینی هایی داره میشه که برنامه مشابه بتواند مسیر خودش رو طی بکنه. به این دلیل میگم که چند نمونه میارم خدمتتون. یکیش برای اینکه اگه بخوام دنبال کنم واقعا باید خامنه ای رو بگیرن. یکیش دوم شهریور ممیاسر طیب نیا، برادرزاده طیب نیای وزیر دولت روحانی که در دولت رئیسی شد مدیر عامل فولاد مبارکه، همه موارد گزارش تحقیق و تفحص مجلس رو رد کردن. ایشون خودش معاون مدیر عامل فولاد مبارکه بود در تمام سالهای 97 تا 400، یعنی در تمام طول دوره موضوع به تحقیق و تفحص. بعد ایشون در گفتگوی مطبوعاتی همین هفته پیش بیش از نیمی از 92 هزار میلیارد تومان رو اینجوری شستشو میدن، براتون میخونم. 54 هزار میلیارد تومانی که در این گزارش در قالب تخلف ذکر شده در راستای عمل به دستورالعمل‌های جاری کشور و وزارت سمت برای عرضه محصولات در بورس کالا بوده و موردی نیست که بتوانیم از آن به عنوان تخلف در فولاد مبارکه یاد کنیم. یعنی چی؟ به زبون آدمیزاد میگه فولاد
دستورالعمل‌های جاری کشور و وزارت صنعت و معدن رو اجرا کرده. باید ممنوندارش هم باشین که مجری دستورات بالایی ها بوده. آجان 54,000 میلیارد تومانی که گزارش تحقیق و تفحص میگه رانت بوده، آیا بوده یا گزارش مجلس دروغ میگه؟ اینو بگو. فولاد مبارکی که 20,000 میلیارد تومان سود سالانشه، مأمور بالایی ها بوده و معذور فقط. بالایا کیان که مسئول تخلف 54,000 میلیارد تومانی در فولاد مبارکه بودند تا یه 2.5 سال فقط؟ کیان؟ یا درباره قراردادهای رانتی و ترک تشریفات، همین مدیر عامل جدید مم یاسر و معاون پیشین میگوید ارقام بزرگ دیگری در این گزارش به خریدهای فولاد مبارکه مربوط است که در قالب ترک تشریفات، خرید سهام، خرید ساختمان و غیره بوده که ممکن است زمینی یا ساختمانی خریداری شده و در این جدول آمده بنان تخلف، اما از شرکت خارج نشده که و ما به ازای آن وجود دارد. یعنی چی کار داریم که از کی خریدیم، چی جوری خریدیم، با چه قیمتی دست به دست کردیم؟ خب خریدیم دیگه. همه این بحث، همین چگونگی خرید و فروش ها و دست به دست کردن هاست تو این ترک تشریفات قرارداد ها. همه پولشویی ها و شرکت های سوری همین جان، همین سر همین بحثن. اینو واقعا مم یاسر نمیفهمه؟ بعد در ادامه میفرمایند بخش عمده خریدهای بدون ترک تشریفات نیست، خرید مواد اولیه است که سازوکاری جز ترک تشریفات برای آن وجود ندارد. سازوکاری غیر از کار غیر قانونی وجود ندارد. چرا وجود ندارد؟ ترک تشریفات عرض کردم دیگه. یعنی چی؟ یعنی فقط بریم از چادر ملو گلگوهر سنگ آهن بخریم، معدن آهن دیگه‌ای وجود نداره. آمار رسمی شرکت فولاد کشور میگوید همین الان 469 معدن سنگ آهن فعال در ایران هست. بعد میگه راهی جز ترک تشریفات و برگزاری مناقصه نبوده، نباید مناقصه میذاشتیم، فقط باید از دو تا معدن که شبکه رانتی مدیریتیشون رو همین ماه گذشته تو برنامه افشا کردیم، باید فقط از اینا سنگ آهن میگرفتیم، تقی‌زاده و محمدپور و اینا. شنیدم افتادن زندانی هم واقعا، که اینا چقدر پررو تشریف دارن و همه مردم رو خیلی ببخشید، خیلی ببخشید، خیلی ببخشید، کودن فرض میکنن و خودشون رو باهوش میگم کله رو آدم به کجا بکوبه. بعد از اظهارات مم یاسر در رد گزارش تحقیق و تفحص از فولاد، سران سه قوه جمهوری اسلامی هم 5 شهریور در جلسه مشترکشون در این باره مصوب فرمودند بررسی گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی صرفاً در صلاحیت قوه قضاییه است و تا پیش از رسیدگی به این گزارش‌ها در محاکم صالح قضایی لازم است از گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای درباره آنها خودداری شود. رسانه‌ها درباره گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس نباید دیگه چیزی بگن. چرا؟ چون مردم روشن میشن. سانسور و باید نباید آخوندی حد و مرز و قاعده و قانون نداره. دوشنبه پیش در عرض 24 ساعت بیش از 30 کشته و 800 زخمی حاصل درگیری طرفداران مقتدی صدر با 8 شعبی طرفدار جمهوری اسلامی ایران بود
و البته بعد نیروهای امنیتی عراق هم آمدند. درگیری ها با دستور صدر و هوادارانش تموم شد. صدری ها عقب نشینی کردند اما اوضاع آرام نشده هنوز. اگرچه مقتدی صدر گفته که از همه مسئولیت های سیاسیش کنارگیری کرده، ولی هنوز اوضاع نارامه. در 10 سال گذشته مقتدی صدر بارها از سیاست کنارگیری کرده و باز برگشته و فعالانه ادامه داده. این بار هر باری انگیزه ای داشته به هر حال، ولی یک زمینه عمومی است که حالا باید صحبت میکنیم. این بار انگیزه اعلام کنارگیری و از سیاست و بعد بلافاصله ریختن هواداراش به خیابون، ظاهرا استعفای آیت الله سید کاظم حائری از مرجعیت بود. آیت الله سید کاظم حائری که گفته می شود مقتدی صدر هم از مقلدان او بوده، دوشنبه 5 شهریور در بیانیه اعلام کرد که به دلیل بیماری و کهولت از مرجعیت استعفا می دهد و مقلدانش برن از آیت الله خامنه ای تقلید کنن، چون حضرت ایشان یعنی آیت الله خامنه ای برای رهبری امت و اداره مبارزه با نیروهای ستمگر و مستکبر در این شرایط شایسته تر و بایسته ترند. همچنین این بیانیه آیت الله سید کاظم حائری، همچنین بر فرزندان دو شهید صدر، یعنی از جمله دو شهید صدر که میگه از جمله پدر مقتدی صدر هم هست که به دست صدام حسین کشته شد، همچنین بر فرزندان دو شهید صدر لازم است که بدانند هر کس تلاش کند به نام آن دو شهید بین فرزندان امت و مذهب تفرقه بیاندازد یا به نام آن دو رهبری را بر عهده گیرد، در حالی که فاقد درجه اجتهاد و دیگر شرایط قید شده در رهبری شرعی است، در واقع صدری نخواهد بود، هرچند چنین نسبتی داشته باشد. همچنین همه مؤمنان را به 8 شعبی مقدس سفارش می کنم و همه باید از آن به عنوان نیروی مستقل که در دیگر نیروها وارد نشده است حمایت و آن را تأیید کنند. این بیانیه بلافاصله واکنش و خشم مقتدی صدر را برانگیخت. نوشت: با اینکه می دانم کنارگیری آیت الله حائری و صدور این بیانیه به اراده شخصی او نبوده، اما من نیز اعلام می کنم که دیگر در امور سیاسی دخالت نخواهم کرد. طرفدارش هم ریختن تو خیابون، در عرض چند ساعت کاخ ریاست جمهوری عراق رو اشغال کردن. فرداش 3 شنبه 8 شهریور بعد از عقب نشینی نیروهای صدر، نیروهای 8 شعبی وابسته به جمهوری اسلامی که اسم چارچوب هماهنگی شیعیان عراق رو دارن، بیانیه دادن که این درگیری ها یعنی روز دوشنبه کار اصحاب فتنه است، همون فتنه‌ای که خامنه اینو میگه کار اصحاب فتنه است و پارلمان باید فعالیتش رو فوراً از سر بگیره. این پارلمان عراق در واقع محل کشاکش نیروهای رقیب عراقی با خودشون و با جمهوری اسلامی است. مقتدی صدر قبلا گفته بود که باید پارلمان منحل بشه و انتخابات زود هنگام برگزار بشه، که همین هفته برهم صالح رئیس جمهور عراق هم اعلام کرد که راه خروج از این بحران انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودرس. باری 1 روز بعد از بیانیه 8 شعبی که عرض کردم خدمتون، سخنگوی مقتدی صدر بیانیه تندی علیه پارلمان عراق و جمهوری اسلامی ایران منتشر کرد که در اون از جمله نوشته شده خون کشته شدگان تظاهرات مسالمت آمیز روز دوشنبه با گلوله شبه نظامیان کثیفشان یعنی همین 8 شعبی خشک نشده. حکومت ایران هم باید شطور خود در عراق را مهار کند، وگرنه خیلی زود زمان پشیمانی خواهد رسید. کیه این مقتدی صدر که سالهاست یکی از قدرتمندترین آدمایی است در عراق که برای خودش سپاهی از محله‌های فقیرنشین بغداد به ویژه تشکیل داده و در مناطق شیعه نشین پایگاه فراوانی داره و سالها مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران بوده، اما اخیراً رویاروی آشکار با مزدوران جمهوری اسلامی در عراق پیدا کرد. مقتدی صدر از خاندان مراجع بزرگ شیعه در جبل عامل لبنان که زمان تسلط عثمانی بر لبنان عده‌ایشون به عراق رفتن،
چند تاشون در دوره سلطنت فتحعلی شاه قاجار به ایران آمدند که البته قبلا در زمان صفوی هم چند تا از آخوندهای شیعه از جبل عامل به ایران آمده بودند. باری مقتدی صدر در نجف به دنیا آمده و گرچه به دلیل نقشی که در بین شیعیان عراق داره اهمیت داره، نسبت او با خاندان بزرگ مراجع شیعه صدر در این سلسله مراتب مرجعیت حوزه ها البته بسیار مهمه. امام موسی صدر پسرعموی پدر مقتدی صدر بود. ناپدید شدن امام موسی صدر در آستانه انقلاب 57 ایران موضوع پیچیده است که هیچ وقت نه جمهوری اسلامی نه گروه های درگیر در قتل موسی صدر نخواستند یا نتونستند بهش جواب روشن بدن. امام موسی صدر که متولد قم بود در 50 سالگی در لیبی مفقود شد. در جوانی به اونا نماینده آیت الله بروجردی رفت لبنان برای کمک به شیعیان اونجا. میدانید که آیت الله بروجردی خصومتی با محمد رضا شاه پهلوی نداشت و در بعضی از اسناد هم من نگاه میکردم اعزام امام موسی صدر و سوی آیت الله العظما بروجردی به لبنان با توافق در واقع با تأیید دقیق تر بگم شاه بود. امام موسی صدر در لبنان خیلی زود تبدیل شد به یک شخصیت اثرگذار در بسیاری از کشورهای عربی. مشی مسالمت جویانه داشت این آدم، گرچه گروه‌های چریکی رو تربیت می‌کرد، مشی مسالمت جویانه داشت، سعی می‌کرد در ارتباط‌های وسیعی که با سران کشورها و رهبران گروه‌های فلسطینی و لبنانی پیدا کرده بود، یک فضای آشتی و گفتگو بین ادیان و فرقه‌ها و مذاهب در لبنان که درگیر جنگ داخلی شده بود به وجود بیاره. 5 ماه قبل از انقلاب بهمن 57 امام موسی صدر مفقود شد و تا امروز اثری از اون نیست. مقتدی صدر که گفتم برادرزاده یه پدر امام موسی صدر و آخرین روحانی مهم خاندان صدر در واقع تا شهریور پارسال در این باره سکوت کرده بود مطلقا. 22 شهریور 1400 به نقل از خبرگزاری رسمی عراق، مقتدی صدر رهبر جنبش صدر از تشکیل یک کمیته خبر داد که وظیفه آن کشف سرنوشت امام موسی صدر بنیانگذار مجلس اعلای شیعیان لبنان پس از گذشت بیش از 43 سال از ناپدید شدن ایشان است. در پیامی هم که مقتدی صدر در این رابطه نوشت که از همه کشورهای دارای ارتباط با این پرونده و همچنین همه افراد زیربط امید همکاری می رود، به طور ویژه از لیبی، مصر، لبنان، ایران، سوریه و همچنین قطر نام می برم. این یک اتهام نیست بلکه درخواست برای همکاری است. این که بیاد بعد از 43 سال این حرف رو بزنه، جز این که الان هدفش زدن جمهوری اسلامی باشه چی می تونه باشه؟ مگه میشه با این همه نوشته و شواهدی که درباره چگونگی کشته شدن موسی صدر به دستور خمینی و اختلافات جدی او با خمینی وجود داره، این همه نوشته هست، این همه شاهد، این همه آدم درگیر در این موضوع، مقتدی صدر از همه این نوشته ها و شواهد در همه این 43 سال بیخبر بوده؟ من و شما خبر داشتیم؟ یهو پارسال یادش افتاد که دنبال سرنوشت موسی صدر رو بگیره. این شواهد در چند کتاب مهم آمده از جمله The Fall of Heaven و The Good Spy، جاسوس خوب، که جایزه پولیتسر رو گرفته به عنوان بهترین زندگی نامه. کتاب همین The Good Spy، جاسوس خوب، 8 سال پیش در آمریکا منتشر شد به قلم کای برد، حاصل سالها پژوهش و گفتگو با آدم‌های
درگیر و مطلع درباره زندگی و کار رابرت ایمز، مهمترین جاسوس CIA در خاورمیانه. یکی از مطالبی که در این کتاب بهش پرداخته شده سرنوشت امام موسی صدر. رابرت ایمز 19 فروردین 1362 در انفجار بیروت کشته شد. بمب در خارج سفارت آمریکا در بیروت کار گذاشته شده بود، با انفجار 63 نفر کشته شدند که هدف اساساً رابرت ایمز بوده. ترور رابرت ایمز که مهمترین فرد سیاه برای ترمیم روابط دوستانه کشورهای عرب با آمریکا در منطقه بود، هم جنگ داخلی لبنان رو تشدید کرد، هم موقعیت رهبری سازمان آزادبخش فلسطین رو پیچیده تر کرد که عرفات در رأسش بود. موقعیت اینا رو پیچیده تر کرد. میدونید که در ادامه عرفات و در واقع خمینی فاصله گرفت از عرفات بعد از اون ماچ کردن های اول انقلاب. برحال یه چرخشی بود این ترور. مسئولیت انفجار بمب رو گروه تازه تأسیس حزب الله لبنان به عهده گرفت. در واقع این انفجار اعلام حضور حزب الله لبنان در بین گروه‌های متعدد تروریستی در خاورمیانه بود. سال 62، فروردین 62، حزب الله لبنان جمهوری اسلامی ایران تأسیس کرده بود. دیگه همه خودشون هم میگن، همه هم میگن فلان. و سوال اصلی این بود با این انفجار که چرا باید تواناترین مأمور سیاه که در تلاش برقراری صلح در خاورمیانه بود ترور بشه؟ مأمورای سیاه در خاورمیانه کم نبودن که. چرا باید تشکیلات دست ساخت جمهوری اسلامی ایران دقیقاً این آدمو ترور کنه که بیشترین روابط دوستانه رو با رهبران فلسطینی به ویژه الفت داشت؟ سخت نیست جوابش برای کسایی که جمهوری اسلامی رو میشناختن از اول. جمهوری اسلامی هیچ وقت صلح نمیخواسته و به ویژه حزب الله رو تشکیل داد تا علیه اسرائیل و بقیه دولت ها بجنگه تا قدس شریف رو تصرف کنه. این هدف جمهوری اسلامی از اول اعلام کرده بود. حالا یکی اومده اونجا دارن بازی رو هم میریزه. رابرت ایمز یکی از مهمترین موانع بود برای این استراتژی نظامی و شبه نظامی. موضوعی که به برنامه امشب ما مربوط میشه ارتباط رابرت ایمز هست با گزارش قتل امام موسی صدر در لیبی. رابرت ایمز با سازمان آزادبخش فلسطین و با شخص عرفات از طریق ابو حسن سلامه، معروف به امیر الاحمر شاهزاده سرخ، در تماس بود. علی حسن سلامه یا ابو حسن سلامه مسئول امنیتی سازمان فتح به رهبری عرفات بود. نویسنده در این کتاب، در کتاب جاسوس خوب، میگوید که چرا رابرت ایمز مهمترین آدم سیاه بود در خاورمیانه، چرا اینقدر مهم بود. اصلی ترین دلیلش این است که ایمز با روابط بسیار گسترده‌ای که با چهره‌های با نفوذ عرب در خاورمیانه داشت، از جمله و به ویژه با همین علی حسن سلامه مسئول امنیتی عرفات و در واقع مسئول امنیتی سازمان آزادبخش فلسطین، سعی می‌کرد این سازمان رو قانع کنه که عملیات تروریستی رو کنار بذاره، با پذیرش راه حل دو دولت فلسطین و اسرائیل، دو کشور فلسطین و اسرائیل، وارد دنیای سیاست بشه سازمان آزادبخش فلسطین. البته تلاشی که نتیجه داد در سال بعد از 10 سال که از کشته شدن رابرت ایم گذشت، در سال 1993 در پیمان اسلو نتیجه داد که عرفات و اسحاق رابین با حضور بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا امضا کردن توافقنامه اسلو رو، باری همون توافق دو دولت رو. در صفحه های 204 تا 206 کتاب جاسوس خوب به سرنوشت امام موسی صدر که شهریور 57 در لیبی ناپدید شد پرداخته شده. مقدماتی در این باره هم در این کتاب و هم عرض کردم در کتابهای دیگر هست که آیت الله سید محمد بهشتی که اون موقع مسئول مرکز اسلامی هامبورگ بود و نماینده آیت الله خمینی، با امام موسی صدر که محبوب شیعیان لبنان بود و شخصیت تاثیرگذاری در بین همه لبنانی‌ها و حتی بعضی دولت‌های عربی مثل مصر و سوریه، اختلاف جدی داشتند. سر چی؟ سر ولایت فقیه. بهشتی طرفدار حکومت مذهبی و پیاده کردن نظریه ولایت فقیه بود و موسی صدر مخالف حکومت ولایت فقیه بود.
حالا اینا اگرچه در نوجوانی در حوزه علمی با هم رفاقت داشتن، ولی بعد وقتی قضیه انقلاب 57 جدی میشه، اینها به طور جدی به اصطلاح اختلاف کلامی اون موقع میگفتن پیدا میکنن سر این موضوع. قذافی رهبر لیبی که کمک‌های زیادی به عملیات تروریستی و گروه‌های فلسطینی و بعداً به خمینی و حلقه اطرافش می‌کرد، در شهریور 57 آیت الله بهشتی و امام موسی صدر رو دعوت می‌کنه که برن لیبی برای به اصطلاح کنار گذاشتن اختلاف‌ها و کمک به یک پارچه شدن در مقابل غرب. بخش‌هایی از کتاب رو که از همین صفحه 24 تا 26 کتاب رو به نقل از مسئول امنیتی عرفات که دقیق این چیزایی که نوشته شده صحبت‌های مسئول امنیتی عرفات است به مهمترین جاسوس سیاه در خاورمیانه رابرت ایمز براتون میخونم. بر اساس دعوت قذافی موسی صدر و همراهانش به ترابلس رفتند، اما بهشتی و هیئت همراهش هرگز به ترابلس نرفتند. بعد از چند روز انتظار در هتل برای دیدار با قذافی که هرگز محقق نشد، موسی صدر و هیئت همراهش رفتند فرودگاه که برگردند بیروت. در این بین بهشتی تلفنی به قذافی اطمینان داد که موسی صدر عامل غرب است و قانعش کرد که بهشتی را از هر طریق ممکن بازداشت کند. موسی صدر را از فرودگاه ترابلس ماموران امنیتی قذافی میبرند زندان مستقیم و او ماها در زندان بود. خمینی از عرفات خواست قضیه موسی صدر را روشن کند. عرفات مستقیما با قذافی تماس گرفت. قذافی در پاسخ گفت باید با کسانی تماس بگیرد و پاسخ بدهد. در تماس تلفنی که با بهشتی گرفت، بهشتی به قذافی گفت موسی صدر تهدیدی است برای روح الله خمینی. او عامل غرب است و باید بازداشتش کنید. یعنی دستور رو میده به بهشتی، بعد سرنوشتش چی شد؟ میگم الان. این زمانی است که دیگه خمینی از پاریس آمده به ایران، یعنی بین 12 تا 22 بهمن 57. روابط قذافی با خمینی انقدر نزدیک بود که وقتی خمینی در پاریس بود به گفته چندین منبع معتبر 50 میلیون دلار برای خمینی فرستاد. این جزئیات رو که عرض کردم خوندم. علی حسن سلامه رئیس تیم امنیتی عرفات در اختیار رابرت ایم جاسوس سیاه در خاورمیانه میذاره، در لبنان بود اون موقع. به گفته ابو سلامه قذافی موسی صدر و دو همراهش رو اعدام میکنه و در مکان نامعلومی در صحرا دفنشون میکنه. بعد از چند ماه در این ماجرا خیلی درگیر بودن، از جمله جلال الدین فارسی که همین سال 96 4 سال پیش در گفتگو با رسانه‌های جمهوری اسلامی به صراحت گفت موسی صدر باید کشته میشد. خود جلال الدین فارسی قبل از انقلاب زمان رفتن موسی صدر به لیبی در لبنان بود، کارش تربیت تروریست بود تو کمپ فلسطینی‌ها، بعدم شد نماینده خمینی در جنبش فلسطینی فتح و بعدم شد نماینده مجلس خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی. باری اینکه این موضوع رو به تفصیل گزارش دادم این است که در تمام 43 سال بعد از انقلاب ایران مقتدی صدر در این مورد سکوت کرده بود تا شهریور 1400 که اعلام کرد کمیته پیگیری سرنوشت امام موسی صدر رو تشکیل داد. در خدمت آقای حسن دایی هستیم، پژوهشگر روابط بین المللی جمهوری اسلامی ایران. آقای دایی تشریف دارین؟ در خدمتم. با سلام خدمت شما بینندگان، خوش آمدید به امشب صفحه آخر. درود بر شما. چرا مقتدی صدر تازه در سال 1400 بعد از 43 سال یادش میفته که پیگیر سرنوشت موسی صدر باشه؟ یعنی گفتم تو برنامه دیگه، مگه ممکنه که اون بی خبر بوده باشه؟ برای یکی که میخواد، خب دلیلش اینه که یکی میخواد نسب خانوادگیش رو روشن بکنه، چون مقتدی صدر مدعیه که از خانواده مراجع بزرگی هم تو که شما اشاره کردید و مثلا رهبر شیعیان میدونه خودش رو و ضمناً جریان شیعه عراقی رو نمایندگی میکنه و در مقابل داره به حکومت ایران میگه که شمایی که ادعای رهبری جهان شیعه و جهان اسلام دارید، همتون تازه واردید، پدر من و خانواده من کشته شدن، ما خانواده ما امام موسی صدر رشته، ما رهبران بزرگ شیعه هستیم و ادعاهای دیگری که داره. یعنی خودش رو در حقیقت صاحب حق میدونه. ولی سوال شما درسته، چرا الان اینو میگه؟ چرا الان با این
جرأت در مقابل جمهوری اسلامی میسته. این بیانیه که شما خوندید خطاب به جمهوری اسلامی، چرا الان؟ واقعش اینه که دلایل زیادی داره، یعنی اختلاف مقتدرصدر با جمهوری اسلامی دلایل مختلفی داره. مسئله جانشینی آیت الله سیستانی، رهبری شیعیان، مسائل سیاسی عراق و و و، ولی مقتدرصدر روی یک موج نارضایتی عمومی گسترده از فساد در عراق، از ناکارآمدی حکومت در عراق و نفرت از جمهوری اسلامی و عواملش در عراق سوار شده. یعنی مردم عراق مسئول این نابسامانی رو در درجه اول جمهوری اسلامی میدونن. مقتدرصدر هم روی این موج سوار شده، ولی باز هم چرا الان؟ واقعش اینه که من بخوام در دو سه دقیقه بگم اینه که ما با لبنان مقایسه کنیم، آنچه در لبنان میگذره مثل عراقه، به یک گونه هم در ایران هم همینطوره. جمهوری اسلامی رفت در لبنان، مثل زخمی که وارد میکروب میشه از جنگ داخلی در اونجا استفاده کرد، وارد بدن بیمار لبنان شد، حزب الله رو درست کرد. ولی خب حزب الله که اکثریت یا قدرت و محبوبیتی که نداشت، آرام آرام با کمک قدرت نظامی، ترور، ارعاب و رشوه و پولی که جمهوری اسلامی خرج میکرد، تونست خودش رو در اونجا جا بندازه. ولی برای ادامه این که بتونه حزب الله بمونه، احتیاج داشت که این سیستم فاسد لبنان ادامه پیدا کنه، سیستم مافیایی و فاسد. چون اگه پاسخ خوب باشه، دموکراسی باشه، که خب حزب الله رو میندازن کنار، درست؟ در عراق هم همینطوره. بعد از سال 2003 جمهوری اسلامی و عواملش آرام آرام قدرت رو به دست گرفتن، قدرت نظامی پیدا کردن، باز هم با ترور و غیره تونستن هژمونی پیدا کنن. در عراق هم با ترور و ارعاب به کار خودشون ادامه دادن، با پولایی که خرج کردن تونستن این سیستم فاسد رو حفظ بکنن. برای همین هم میبینیم در سال 2019 که در لبنان و در عراق وقتی تظاهرات میکنن، مردم از فساد و فقر به سطوح اومدن، به خیابونا میان، هدف اصلیشون جمهوری اسلامیه، شعارها علیه جمهوری اسلامیه، چون میدونن که این جمهوری اسلامیه که این سیستم فاسد رو حفظ کرده، حاضر به هیچ رفرمی هم نیست. شما دیدید در لبنان بعد از انفجار بندر بیروت آمادگی برای رفرم بود، حزب الله نذاشت. هم در لبنان هم در عراق انتخابات و هواداران جمهوری اسلامی و حزب الله باختن، ولی نمیذاره سیستم درس بخوره. تفاوت عراق با لبنان اینه، در لبنان حزب الله هژمونی نظامی داره، هیچ کس حریفش نیست، هنوز هژمونی داره، هنوز قدرت داره، نمیذاره سیستم دست بخوره. در عراق اما مقتدرصدر قدرت داره، اولا حمایت مردمی گسترده داره، دوم اینکه نیروی نظامی داره، میتونه حریف آدمای جمهوری اسلامی بشه. آنچه که به این تعادل قوا در عراق تأثیر گذاشته به نفع مقتدرصدر، به ضرر جمهوری اسلامی و موقعیت جمهوری اسلامی ضعیف کرده و به مقتدرصدر جرأت داده، اینه که در چند سال گذشته جمهوری اسلامی با ورشکستگی اقتصادی روبرو بوده، پول نمیتونه خرج کنه. یک. دومیش که در داخل ایران موقعیت ضعیف شده، مردم عراق و دیگر کشورها میبینن که مردم ایران تو خیابونا قیام کردن، جمهوری اسلامی چقدر ضعیف شده، درست؟ مسئله مهمش اینه که در عراق نفر شماره دوی عراق، من اعتقاد دارم قاسم سلیمانی فرمانده کل عراق بود، نفر اول و دوم و یعنی ابو مهدی مهندس که مهمترین آدم جمهوری اسلامی در عراق بود، اینا کشته شدن، از بین رفتن و این تأثیر شگرفی گذاشت. نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی متشتت شدن، ضعیف شدن، نظر روحی هم تأثیر گذاشت، جمهوری اسلامی رو تضعیف کرد. بنابراین مقتدرصدر که امروز به میدان اومده، بحث مرجعیت هست، بحث‌های مختلفی هست، لایه در لایه و فاکتورهای متعدد، ولی آنچه که بهش جرأت داده همین تعادل قواست که به شدت به ضرر جمهوری اسلامی عمل کرده در عراق و میتونه مقتدرصدر از این بهره برداری کنه. حالا اینکه چقدر میتونه این آرایش قوا رو به هم بزنه، آیا میتونه هژمونی کسب کنه، سوال دیگری است. ولی آنچه امروز داره اتفاق میفته در درجه اول محصول نارضایتی عمیق مردم از فساد و فقر و عدم دموکراسی و یک سیستم مافیایی غیر پاسخگوست که مسئولش جمهوری اسلامی میدونن. دومش اینه که موقعیت جمهوری اسلامی به شدت ضعیف شده در مقایسه با گذشته. خب این به این معنی است که هر نیروی سیاسی، حالا اغلب
شاخه های نظامی هم دارن یا شبه نظامی، ولی به هر حال هر نیرویی که سمت قدرت داشته باشه اگر با جمهوری اسلامی باشد در واقع آفتابش در حال غروب کردنه، و هر نیرویی که الان با وضعیت فعلی عراق، هر نیرویی که در واقع مخالف جمهوری اسلامی ایران باشه، اون میتونه چشمانداز موفقیت رو احتمالاً ببینه. چون همونطور که فرمودین میبینیم در تظاهرات میشه الان تقریبا دو سال حداقل هست که عکسای خمینی و خامنه‌ای و قاسم سلیمانی اینا کسایی هستن که پاره میشه تو این تظاهرات. خواهش میکنم. درسته. ببینید در اون قسمت که تضعیف جمهوری اسلامی و هوادارانشه اصلا تردیدی نیست. اصلا من نمیتونم تصور بکنم که این تحولات اگر قاسم سلیمانی و ابومهدی مهندس بودن یا شرایط 3-4 سال پیش جمهوری اسلامی بود اینقدر ورشکسته نبود و ضعیف نشده بود چگونه بود. ولی این که آیا در مقابل آن کسی که مخالفت میکنه چقدر میتونه جلو بره. ببینید ما متاسفانه یه روندی که در خاورمیانه داریم اینه که الان ببینید در لبنان در مقابل حزب الله هیچ نیروی دموکراتیک و قوی نیست، همه رو جمهوری اسلامی یا ترور کرده یا بین برده یا آدم های فاسدی هستن. در عراق خب میتونه یه ائتلافی تشکیل بشه از از کردها، از سنی ها و حمایت بکنن. مقتدی صدر رو بهش اعتماد ندارن، یعنی مقتدی صدر قدرت جذب نداره به خاطر سابقهش و بالاخره به خاطر اینه که خود مقتدی صدر هم نیروی واپسگراست، بالاخره با سیستم بوده، با جمهوری اسلامی روابطی داشته، مورد اعتماد نیست. درسته که با کشورهای عربی رابطه بهتری پیدا کرده، حمایت خارجی هم نداره. چی که در عراق کمه یک نیروی دموکراتیک و سکولاری که بتونه آدم ها رو جمع بکنه. متاسفانه عرض کردم در خاورمیانه تجربه که آقای فلاحتی ما داریم اینه که طی سالیان سال کشورهایی که سکولار بودن، حالا در لیبی، در الجزایر، در عراق، در مصر، نیروهایی که به طور کلی سکولار بودن ولی غیر دموکراتیک بودن، احزاب نبودن، اینا وقتی کنار رفتن، سقوط کردن به هر دلیل، آن نیروهایی که اومدن وسط بیشتر نیروهای اسلامگرا بودن و دموکراتیک نیستن، قدرت جذب کلی ندارن. عراق به یک نیرو سکولار احتیاج داره. دومی که آمریکا عقب کشیده، اون پشتیبانی که باید در نیروهای دموکراتیک بکنه رو هیچ وقت نکرده، الان هم روش رو به اون طرف میکنه. همه اینها باعث میشه که با تردید میشه به این اوضاع نگاه کرد، یعنی به این اینکه جمهوری اسلامی ضعیف شده، هژمونی بزرگ خودش رو از دست داده، به این معنی نیست که آرایش به طور کامل به اون طرف رفته. اکثر ناظران بر این باورن که اوضاع پیچیده تر خواهد شد، خطرناک، بنبست ادامه پیدا خواهد کرد. جمهوری اسلامی همونطور که در ایران، همونطور که در لبنان کوتاه نمیاد، باید در مقابلش ایستاد، باید جدی ایستاد و باید نیروهای مخالفش در عراق متحد بشن، باید غرب کمک بکنه اینا متحد بشن. این فرصت در لبنان نبود برای اینکه نیروها نبودن، در عراق هست، میتونه به سمت نارامی بره. یه ضعف بزرگم اشاره بکنم که طولانی نشه، اینه که جمهوری اسلامی داره، اینه که جمهوری اسلامی درسته که قدرت نظامی میتونه به هم بریزه، ولی به شدت از نارامی در عراق میترسه. اگر عراق به سمت جنگ داخلی بره، چون سر کوتاه نخواهد اومد، حالا ممکنه ترورش بکنن، تا الان میترسه جمهوری اسلامی به خاطر بهایی که از نظر شیعی و اسلامی و ملی در عراق خواهد داشت برای جمهوری اسلامی، به طرف این کار نمیره. ولی اگر اوضاع عراق نارام بشه، به طرف جنگ داخلی بره، میشه تصور کرد که کردستان عراق به سمت استقلال یا خودمختاری کامل یا یه نوع جدایی خواهد رفت. سنی ها میتونن به نفع خودمختاری برن، از دست جمهوری اسلامی کنترل خارج میشه، از نظر امنیتی تهدید بسیار بزرگی از غرب کشور علیه جمهوری اسلامی خواهد بود، مخالفین جمهوری اسلامی میخوان میتونن برن و تهدیدات بسیار بزرگ. یعنی جمهوری اسلامی الان از آذربایجان احساس تهدید میکنه، ولی صد برابر بیشتر میتونه عراق برش مسئله باشه. بنابراین جمهوری اسلامی دستبستگی‌های بسیار زیادی در عراق داره، قدرتش بسیار محدوده. این نیروهای مخالف هستن که باید قدرت خودشون رو درک بکنن، ضعف جمهوری اسلامی ببینن و در کنار هم قرار بگیرن. متاسفانه هنوز دیده نمیشه. ببینید آقای دایی، از مخالفان نیروهای دموکرات در واقع صحبت میکنید در عراق، همینطور که فرمودین بسیار ضعیف شدن این نیروها و در سالهای گذشته کاملا
از بعد از اشغال عراق توسط آمریکا و بعد تشکیل دولت عراقی و اینها، از زمان تشکیل دولت عراقی تا حالا یک معجونی از رانت و فساد و دزدی‌های وحشتناکی که حالا آمارش فرصت نیست من خدمتتون بگم که همین اواخر برهم صالح رئیس جمهور عراق اعلام کرد، اصلا باور کردنی نبود. برای مثال فقط عرض میکنم که 150 میلیارد دلار پول نفت و برهم صالح میگه که به سرقت رفته. این یکی از آمارهایی که از این فساد، بعد فساد سیاسی و این داستان. خب شما میفرمایید که اینا متحد بشن، متحد شدنشون بخش اعظمشون نیروهای مخالف جمهوری اسلامی هستن. نیروهای مخالف جمهوری اسلامی یکیشون همین مقتدی صدره که اگر بیش از جمهوری اسلامی مرتجع نباشه به اندازه او مرتجع، و حالا نیروی عراقی است و اینها به جای خود اختلاف تعادل هم که نداره. 10 بار در سال گذشته 10 بار هی اومده و رفته، الان هم در این کشاکش داره استعفا میده. متاسفانه فرصتمون خیلی کمه. چه نیروهای اصلا در عراق میتونن با هم دیگه متحد بشن برای چنین در واقع برای پاکسازی؟ اصلا چنین چیزی ممکنه؟ خلاصه مطلب امکانش هست کنده. ببینید همین که آمریکا در عراق موند و بیرون نیامد، اشتباهی که آقای اوباما کرد و یا تصمیمی که آقای ترامپ داشت که کلا خارجه، خوبه که هنوز هستن، ولی باید حمایت بکنن. اگه موفق بشن انتخابات مجدد رو برگزار بکنن بتونن به نتیجه برسن، با وجود یه نخست وزیری که از جمهوری اسلامی دور باشه، مثلا همین الکاظمی همین نخست وزیر فعلی، حتی بهتر از الکاظمی، بازم در حتی در دوره کاظمی گام‌های بلندی برداشته شد. من میگم از تمام سناریوهای لبنان، عراق و غیره، عراق بهتره. بودم با تمام مشکلاتی که هست، همه ناامیدی هایی که هست، همه چشمانداز تاریخی که میتونه باشه، باز هم نقاط قوت بسیاری هست که میشه روی اون کار کرد، استفاده کرد. غرب باید استفاده بکنه از این اهرم. غرب هنوز حاضر به دادن هیچ هزینه و سرمایه گذاری و حمایت از نیروهای دموکراتیک نیست. از 2003 تا کنون 20 سال غرب اشتباه کرده. نمیدونم یک دقیقه فرصت هست من یه مثال بزنم خدمتتون؟ کوتاه بفرمایید، خواهش میکنم. بله، این آیت الله حکیم که جمهوری اسلامی ساخته بود بکنه ولی فقیه عراق، این در سال 2003 وقت که صدام سقوط کرد، انگلیس‌ها رفتن با هلیکوپتر از خرمشهر آوردنش به بصره که سخنرانی بکنه. اینو می‌خواستم بگم ولی فقیه عراق، جمهوری اسلامی، حالا اون کسانی که کشتنش، اینو دقیقاً می‌دونستم می‌خواد چیکار بکنه. بنابراین بحث مرجعیت بسیار خطر. یکی از کیا کشتنش؟ من حرف می‌زنم همین اختلافات درون شیعه بود، یعنی ربطی به سنی‌ها نداشت. بسیار سپاسگزارم. شیعه هم دیگر هم خیلی کشتن، در ضمن که حالا بعداً صحبت می‌کنیم در عراق. متأسفانه وقتمون تمومه آقای دایی عزیز، بسیار سپاسگزارم. ممنونم. بریم پرده آخر. وقتی می‌خواستن برای مدرسه‌شون طلبه به اصطلاح جذب کنن، یه ویژگی‌های رو لحاظ می‌کردن، حتی ویژگی زیبایی. بزرگواری به من گفتن، گفت با پدرم و برادرم رفته بودیم اونجا که برادرم اونجا طلبه بشه. گفت حاج آقا تا دید؟ گفت نه، این که خوشگل نیست، ایشون خوشگل، ایشون بیاد. گفت حاج آقا به زور منو گرفت و گفت نه ایشون بیاد، و بابام راضی شد که من طلبه شدم. شب و روزگار خوش.